طرز تهیه سالاد اولویه. مقدار سالاد اولویه امروز ما برای 6 نفر در نظر گرفته شده که شامل تخم مرغ و هویج پخته، خیارشور، نخود فرنگی پخته، سینه مرغ پخته، سیب زمینی پخته و چند ساقه کرفس خام است. حالا همونطور که در فیلم مشاهده میکنید، مواد رو به نوبت خورد میکنیم. حالا نوبت آماده کردن کرفس خام هستش، به این صورت که توسط یک کارد رشته های ساقه کرفس رو از بدنه کرفس جدا می کنیم تا موقع خرد کردن یا رنده کردن اون رشته ها مزاحم کار ما نشن. علت استفاده من از کرفس درون سالاد اولویه اینه که کرفس باعث کاهش میزان کلسترول و تریگلیسیرید خون میشه و چون درون سالاد اولویه ما از سس یا سس‌های چرب استفاده میکنیم، کرفس میتونه تا حدودی بالانس تغذیه مناسبی ایجاد کنه. حالا از رنده با درجه 1 استفاده میکنیم که کرفس ها رو به صورت پولکی رنده میکنه، یعنی همونطور که در فیلم میبینید وقتی که کرفس های رنده شده رو من در روی انگشتام قرار میدم، شما سایه انگشتام رو از پشت این کرفس های رنده شده کاملا میبینید. این بهترین روش هست برای دوستانی که از خوردن کرفس خام درون غذا زیاد لذت نمی برن. از یک قاشق خامه ترش و یک قاشق پنیر خامه‌ای برای ترکیب در سس سالاد اولویه استفاده کردم. حالا سس رو هم میزنیم، خوب مواد رو ترکیب میکنیم و بعد بهش یک قاشق نمک و یک قاشق فلفل سیاه اضافه میکنیم. سیب زمینی های پخته شده و خرد شده رو به سس اضافه می کنیم. بعد از اینکه خوب سیب زمینی ها رو در سس ترکیب کردیم و هم زدیم، نوبت اضافه کردن مرغ های خرد شده و پخته شده است. نخود فرنگی، تخم مرغ ها، خیارشور ها و هویج های خرد شده رو اضافه می کنیم و در پایان کرفس های رنده شده خام رو به کل مواد اضافه می کنیم، هم می زنیم و
و خوب مخلوط میکنیم تا سس در لابلای کل مواد جا بگیره. حالا نوبت قالب زدن و تزیین سالاد الوی است. من از یک قالب جنس سیلیکون استفاده کردم. درون قالب رو با روکش سلفون می پوشونیم. سالاد الوی رو درون قالب روکش کشیده شده می ریزیم و با پشت قاشق مواد رو خوب پرس می کنیم تا شیارهای قالب در پایان کار روی سالاد الوی ما مشخص بشن. تهیه سس هویج برای تزیین پایانی سالاد الویه. مقداری هویج پخته رو با یک قاشق سس مایونز با گوشتکوب برقی به صورت سس در میاریم. بعد درون قیف پلاستیکی میریزیم و با قیچی نوک قیف رو به اندازه 3 الی 4 میلیمتر میبریم و شیارهای ایجاد شده قالب روی سالاد الویه رو کاملا پر میکنیم. دیگه یه تزیین من به این صورت بوده که سالاد الویه رو درون قالب گردی به خطره 2 سانتی متر ریختم و پرس کردم و ژامبون مرغ رو به شیارهای 2 سانتی متری بریدم و به دور سالاد الویه بستم. از کمی فلفل قرمز خرد شده و کنجد سیاه هم برای تزیین استفاده کردم.
دوستان عزیز، از اینکه شاهد این ویدیو بودید نهایت قدردانی رو دارم. امیدوارم من رو مورد لطف قرار بدید و با لایک و سابسکرایب حمایت خوبی از کانال من به عمل بیارید. روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.